وحشت در صورت میهمانان موج میزند. عرق روی پیشانیشان نشسته. نامها یکی بعد از دیگری خوانده میشود. مرگ پشت درب سالن ایستاده. بدل شیطان. ۲۸ آوریل ۱۹۳۷. داستان زندگی صدام حسین از این روستا، یعنی الاوجه در جنوب تکریت و از میان عشیره‌ای به نام تلفاح آغاز می شود. آغازی که با حرف‌های پیدا و پنهان فراوانی همراه است. همین حرف‌ها باعث می شود تا گاهی او را برخلاف معمول عرب نه به نام پدرش که با محل تولدش صدا بزند. اما سرنوشت صدام تکریتی در جای دیگری از خاک عراق رقم می‌خورد. صدام 20 ساله بود که به حزب بعث پیوست. حزبی که بر اساس تئوری فردی مرموز به نام میشل افلق، مسیحی کمونیست، در سال 1946 پایه‌ریزی شده. جولای گرم 1958، یعنی یک سال از عضویت صدام در حزب بعث می‌گذرد، عبدالکریم قاسم با کودتایی به سلطنت فیصل دوم در عراق خاتمه می‌دهد. مردم عراق به قاسم علاقه‌مندند، اما حزب بعث حاضر به همکاری با او نیست. برای همین یک سال بعد نقشه ترور او به دست یک تیم 6 نفره که صدام یکی از آنهاست اجرا می‌شود. بعدها معلوم می‌شود که سیا در برنامه‌ریزی این کودتا نقش مؤثری داشته، اما ترور ناموفق است. عبدالکریم قاسم زنده میماند و صدام با بدن زخمی مجبور به فرار از عراق می شود. اما این دوری کوتاه از وطن با کودتای جدید به پایان می رسد. 8 فوریه 1963، کودتای جدید که چند افسر ارتش آن را اجرا می کنند به پیروزی می رسد. عبدالکریم قاسم تیرباران می شود و یکی از چهره های کودتا، یعنی عبدالسلام عارف، بر صندلی ریاست جمهوری تکیه می زند. رئیس جمهور جدید نیز با حزب بعث اختلافاتی دارد و البته کمی بعد در یک سانحه مشکوک هوایی کشته می شود و برادرش به جای او می نشیند. اما دومینوی کودتا خیلی زود به دولت عبدالرحمن عارف می رسد. 17 ژوئیه 1968، کودتای جدید را حزب بعث با محوریت احمد حسن البکر طراحی کرده است. آنها پیروز می شوند و احمد حسن رئیس جمهور عراق و صدام معاون اول او می شود. این دوره فرصت خوبی است تا صدام خود را در عرصه داخلی و بین المللی نشان دهد. سفر او به ایران و امضای قرارداد الجزایر به خوبی نشان می‌دهد که او نقش جدید را جدی گرفته است. البته صدام در این مدت و با کمک وفادارانش مخالفان خود در ارتش را هم شناسایی کرده و برای روز موعود به انتظار می‌نشیند. 17 ژوئیه 1979، احمد حسن البکر مثل هر سال به مناسبت سالروز حزب بعث پیامی را از رادیو می‌خواند. اما محتوای این پیام بسیار عجیب است. فرزندم صدام حسین در تمام دوره انقلاب در بیشتر کارها پیشگام بوده و لیاقت خود را ثابت کرده است و من چون به علت بیماری قادر به انجام وظیفه خود نیستم، او را به ریاست جمهوری عراق انتخاب می کنم. بعدن معلوم می شود که احمد حسن برای اجرای این نطق تاریخی از سوی صدام تهدید شده است و برای در امان ماندن از سوء قصد استعفای خود را هم مکتوب کرده است. این را زمانی برملا می شود که صدام 400 نفر از مخالفین خود در ارتش را به جوخه اعدام می سپارند. احمد حسن نیز در حصر مسموم و به قتل می رسد. 22 ژوئیه 1979، 5 روز بعد از کودتا، صدام در گرد همایی مجمع رهبران حزب بعث سخن خود را با خبر کشف یک توطئه آغاز می کند. بعد
در حالی که پوکهای محکمی به سیگار هاوانایی خود میزند، از تریبون نام 21 نفر از خائنین به عراق و در واقع دشمنان خود را از روی یک برگه میخواند. وحشت در صورت میهمانان موج میزند. عرق روی پیشانیشان نشسته. صاحبان نامهای خوانده شده از جمع جدا شده و از درب سالن بیرون میروند و چند روز بعد خبر تیرباران آنها منتشر می شود. خیال صدام از مخالفین خود راحت شده و حالا می تواند با خیال راحت نقش هیتلر در عراق را بازی کند.